مذاکرات وین، مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1 به کجا رسیده است؟ آیا چشم‌اندازی برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی دیده می شود و در این چشم‌انداز آینده بهتری برای سفره مردم ایران به چشم می آید؟ آنچه که در وین می‌گذرد تا کنون سرانجام تازه‌ای رو برای برنامه اتمی ایران تعیین کرده است. آن سوتر در داخل ایران وضعیت اقتصادی در پی اخبار تازه‌ای که در ارتباط با پرونده آقای بابک زنجانی منتشر شده چگونه است؟ پرونده بابک زنجانی تنها یکی از پرونده های حیف و میل بیت المال به حساب می آید. سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. نگاهی می اندازیم به مهمترین خبرهای داخلی در ایران و آنچه که در عرصه منطقی و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می گذرد. با من و شما هستم در استودیو آقای ناصر محمدی، روزنامه نگار و در مریلند آقای اردوان روزبه، روزنامه نگار و مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی عزیز سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیز و جناب روزبه و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. اردوان عزیز سلام و خوش آمد به شما. خواهش میکنم. سلام، درود بر شما. خیلی خوشحالم در یه برنامه دیگه در خدمت شما و جناب محمدی عزیز هستم و این فرصت خیلی خوبیه که دوباره با هم بیشتر صحبت کنیم و در خدمت مردم باشیم. شما رادیو کوچه خوب کار پرمشغله هست، یعنی کار 24 ساعته هست. سلام بر این گرفتار جام جهانی هم شده بودین نه؟ مثل بله تینا تهیه کننده برنامه ما یا نه؟ البته من که میدونید فرق بین توپ فوتبال و توپ پینگ پونگ رو در این میدونم که رنگاشون با هم فقط فرق میکنه احتمالا و بیش از این دیگه فوتبال نمیدونم، ولی خب به هر حال فوتبال هم مثل خیلی از تپهای دیگه وقتی همون دنیا رو گرفته بود قطعا گروه کاری ما هم با این قضیه بسیار درگیر بودن. بله خب برخی از دوستان ما چنین نیستن. تهیه کننده تفسیر خبر در تمام مدت البته به کارهای تفسیر خبر و کارهای دیگه دقیق رسید، اما تا حد ذخیره ها و نمیدونم بازیکنایی که امید آینده تیم ها هستن هم برخلاف من و شما اطلاعات داره. تینای عزیز، آقای محمدی گرامی، شما که دیگه در انگلستان که گفتن نداره، همه جا این مدت گرفتار فوتبال بودن یا درگیر یا تب فوتبال، نه؟ بله، به هر حال این تبعیض که همه جهان رو گرفته بود در یک ماه گذشته، ولی به هر حال با پیروزی آلمان به پایان رسید و مجموعاً بازی‌ها به اعتقاد من نسبت به دوره‌های گذشته خیلی بازی‌های خوبی بود، یعنی همه رو وقتی حساب می‌کنیم بازی‌های خوبی بود. به هر حال هیجانات خودش رو هم داشت. خوبی از خودتونه آقای محمدی عزیز. آقای محمدی، از توپ گرد فوتبال که بگذریم، حالا میشه مقایسه کرد گفت توپ گرد سیاست، در وین خبرها متناقضه درباره مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی و 5
به اضافه یک. آقای جنکری چیزی رو میگه که آقای ظریف چندان نزدیک نیست و بالعکس حرفای مختلفی زده میشه. اون تو چه خبر هست تا اونجایی که شما اطلاع دارید و نزدیکتر هستید ببینید؟ والا مسئله این هستش که جناب چالنگی به هر حال الان طرفین یعنی بیشتر ایران سعی میکنند که تا 20 ژوئیه تا 20 جولای که به اصطلاح مهلت اون توافق ژنو تمام میشه بتوانند به توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. آنچوری که معلوم هست ایران هم تا جایی که توانسته عقب نشینی کرده. یادمون نرفته که اورانیوم 20% غنی شده رو رقیقش کردن، تبدیل به اکسیدش کردن، بسیاری از فعالیت ها رو متوقفش کردن، تعلیقش کردن. اما باز هم بر اساس آنچه که آقای ظریف پیش از این مذاکرات دور پنجم و ششم که الان در جریان هست میگفت که هنوز 40%، 35%، 40% از مسائل باقی، ظاهرا مثل این که اون مسائلی که باقی مونده همون جوری که آقای جانکری هم گفته است و ویلیام هیگ هم قبلا اشاره کرده بود وزیر خارجه بریتانیا، مسائل بسیار مهمی است. نشون داده میشه این روند مذاکرات به هر حال درست است که آقای ظریف اظهار خوشبینی بسیار زیاد میکنه و عقب نشینی زیادی هم ایران کرده، به ویژه آنکه امروز همین روز سه‌شنبه آقای ظریف این مسئله رو اعلام کرد که ایران حاضر است توسعه غنیسازی اورانیوم رو برای مدت 3 تا 7 سال متوقف بکنه. این چیزی بود که ایران تا به حال اعلام نکرده بود و جمهوری اسلامی حاضر به انجام اون نشده بود. اما در همین حال غرب احتیاج دارد که این برنامه به مدت 10 سال به تعویق بیفته. به هر حال مسائل زیادی وجود داره که به نظر میرسد جناب چالنگی احتمالاً تا روز یکشنبه که 20 ژوئیه هست این توافق نهایی و جامع حاصل نشود. و البته صحبت هم قبلا شده، هم دولت ایران اعلام کرده که ما برای تشدید تحریم ها و حتی نرسیدن به موافقتنامه نهایی و تشدید تحریم ها هم خودمون را آماده میکنیم، اما در این حال بحث نکردن که 6 ماه ادامه خواهند داد این تمدید رو یا اینکه نه مدت کمی تمدید خواهند کرد. به نظر میرسه که در نهایت در این مرحله نتوانند به توافق نهایی برسند. این جمله را هم اضافه بکنم که ایران به این سبب واقعا اصرار داره که به این توافق دست پیدا بکنه، چون کنگره آمریکا و به طور کلی کشورهای 5 به علاوه 1 به تبع آمریکا اعلام کردن که اگر به توافق نرسیم احتمال هستش که تحریم‌های شدیدتری در راه باشه. این هستش که الان دست بالا رو غرب داره، 5 به علاوه 1 داره و میخواهد حداکثر استفاده رو از این موقعیت ببره. علوان عزیز، آیا مذاکرات به وقت اضافی خواهد کشید، یعنی تمدید، یا اینکه احتمال میره که توافقی حاصل بشه و گشایشی در سفره مردم نیست؟ خدمت رو عرض کنم که به زعم من مسئله توافقات در گفتگوهای ژنو و بحث هسته‌ای ایران و اساساً بر سر میز مذاکره نشستن دو آدم در روبروی همدیگه از طرف دو دولت که سالهای سال حتی از کنار هم رد نمی شدن در انظار عمومی البته، و به نوعی برحال عکسایی که حتی وزارت خارجه آمریکا دیروز منتشر کرد، حضور آقای کری و آقای ظریف در برابر همدیگه در وین و همه موارد از این دست، و از جمله اظهاراتی که به طور گوشه و کنار منتشر میشه و یا درز میکنه بیرون، مذاکرات پیش از این در سال 90 و مواردی که قبلا مطرح شده بود و همچنین مذاکرات آقای روحانی، من بر این باور هستم که در نهایت بنا هستش که این توافق انجام بشود. همونجوری که میبینید شما در دو روی کرده تقریبا متفاوت رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای با این موضوع برخورد میکنن، یعنی در روی کرده اول که ایشون به نوعی در سخنرانیش اعلام میکنن که خیلی خوشبین نیستند اما تن به نظر مردم و تیم مذاکره کننده میدهند، علی رغم این که بهشون اعتماد دارند ولی تن میدن ببینن چه میشود ولی قابل اعتماد نیست. اما در موضع گیری
دوم ایشون تمام قد میاد در پشت دولت و گروه مذاکره کننده و همه میسته و اعلام میکنه که به هر حال اینها همون کاری رو دارن انجام میدن که نظر ایشونه. من معتقدم با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای در تلاش بود که بازی سوخت رو، یعنی دو سر برد رو داشته باشه و بازی سوخت سوخت نداشته باشه، از ابتدای امر سعی کرد در روی دو لبه این بازی بیسته که اگر در صورتی که مذاکرات به نتیجه نمی رسید اصرار بکنن که موافق نبودن و در شرایطی اینو پذیرفتن که دولت خواسته و یا به هر حال نظر مردم بوده برای خیلی از مسائل. اما وقتی آیت الله خامنه‌ای این صحبت رو میکنه، من به یقین معتقدم که این مذاکرات در مرحله قرار داره که توافقات لازم به صورت کلان در مورد این قضیه انجام شده. اما فراموش نکنید هم در ایالات متحده آمریکا و هم در ایران ما یک جبهه سیاسی هم داریم، یعنی اینکه موضوع فقط بر سر مذاکرات فنی هسته‌ای و یا فنی این مذاکرات در ژنو نیستش. موضوعاتی که در پشت اینها قرار میگیره در ایران و در امریکا قطعاً بسترسازی لازمه و همونجوری که میبینید حتی طرح موضوع این که تا چه تاریخی دیگه پاسخ داده نخواهد شد، وضعیت به هم خواهد خورد، مثلا طرح مسئله 20 ژوئیه و چیزهای از این دست، همه اینها باعث این هستش که دو طرف در بخش سیاسی داخلی و نه خارجی بتونن نظر مخالفین خودشون رو جذب بکنن. قطعا با شما موافقم که این دور مطمئنن و جناب محمدی هم درست میفرمان کاملا، این دور تا 20 ژوئیه دور نهایی و تمام شدن پرونده و دست دادن دو طرف برای رفتن به خونه هاشون نخواهد بود و مطمئنن این دور ادامه پیدا خواهد کرد در وقت اضافه. اما آنچه که مسلمه به نظر من نتایج مذاکرات دیروز ژنو کاملا مشخص و هویداست که طرفین بر سر تعداد و کم و کیف دارن چانه میزنن. یعنی اینکه آقای کریم میگه تعداد 19000 تا سانتریفیوژی که در ایران هست خیلی زیاده، ایران روی رقم ایستاده و مهمتر از همه این که آقای ظریف با صراحت داره میگه ما ممکنه 3 تا 7 سال اصلا متوقف کنیم غنی سازی رو. به نظر میرسه همه چیز انجام شده است، فقط مسئله اینه که کی چقدر امتیاز بگیره برای شرایط موجود. من حرفم رو در همینجا کوتاه میکنم، فراموش نباید کرد مردم ایران در حال حاضر بر اساس شرایط موجود کاملا نسبت به تغییر روند در مورد وضعیت اقتصادی کشور، در مورد وضعیت تحریم ها و فشارهایی که روی اونها داره وارد میشه، امیدوار هستن که این مذاکرات بتونه این شرایط تسهیل کنه. به همین دلیل از افکار عمومی هم پشت این توافق و رسیدن به یک نتیجه حتی با دادن امتیاز بیشتر هست به نظر من. بله، در بیان مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی و پنجه به اضافه یک به کجا خواهد رسید؟ اما آقای محمدی عزیز ببینید، در این محاسبات هر چه که هست و نتیجهش امیدواریم به سود مردم باشه، به سود اقتصاد مردم باشه، رونق سفره مردم باشه، اما یک پرسش مطرح هست. نظامی در ایران بر سر کار هست که به خاطر سرقت، به خاطر هرچی که هست، هر کسی تخلفی میکنه هست کنم خدمتون مدعی هست که مجازات میشه و از این قبیل حرفایی که زده میشه. در جا این بر قضیه، این بر دنیا هم کسانی که یک خطای سیاسی یا اقتصادی بکنن که در عرصه ملی زیان‌آور باشه، خب مورد محاکمه و مجازات و یا حداقلش کنار خواهند رفت از سمت‌هایی که دارن یا کنارگیری میکنن. در کشورهایی مثل ژاپن که دیدیم که دست به خودکشی میزنن افرادی که متهم هستن به خطایی در سطح ملی. این وسط صحبت معادلات مذاکرات برد برد با وقت همه میشه در تهران هم به خصوص، پرسش این هست چه کسی اون وقت مسئول این همه هزینه هایی هست که روی دست ملت گذاشته شد؟ و کسانی هم بودن در خود تهران که طی سالهای گذشته این هشدار دادن آقا نکنید این کارو، این بالای 200 میلیارد دلار هزینه شده از کیسه نداشته مردم. بالاخره جنگ رو حالا آمدن و کسی مثل محسن رضایی که هیچ تجربه جنگی هیچی هم نداشت، نمیدونم سربازی هم رفته بود یا نبود، گفت من مسئول شکست جنگ هستم. بله. بعدم نه مجازاتی نه چیزی، مشاغل دیگه هم بهش داده شد. خب بله. این یکی چی؟ کی مسئول هست؟
حضورت رو عرض کنم. ببینید جناب شلنگی، اجازه بدیم یه خورده برگردیم به عقب‌تر. ما در زمان نظام گذشته در واقع ساخت نیروگاه بوشهر را آغاز کردند و اونجوری که گزارش ها میگوید در حدود 8 ماه تا 1 سال لازم بود که این نیروگاه را بیفته. اون موقع با آلمانی ها و فرانسوی ها کار میکردند و چیزی به راه اندازیش باقی نمونده بود. منتها نظام جمهوری اسلامی که آمد بر سر کار به واسطه اینکه این طرحها طرحهای استکباری است، طرحهای استعماری است و به هر حال متوقف کردند تا بعد از جنگ که به هر حال حدود 22 سال پیش دوباره به فکر افتادند که این کار رو انجام بدن، تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر. کار رو سپردن به روس‌ها. الان 22 ساله. حالا به عبارتی که جناب علی نقل فرمودید 200 میلیارد دلار، ولی تا 500 میلیارد دلار هم آمار هست که خرج شده طی این سالها. خرج ها یه طرف، عدم نفعی که از عدم فروش نفت و غیره و ذالک حاصل شده یه طرف، زیان های بسیار سنگینی خورده. آقای روزبه اشاره کردن به مخالفت های داخلی، درستم هست. حالا من میرسم به اونجا که مسئولش کی هست. آقای خامنه ای به هر حال وقتی که تیم آقای روحانی رفت برای مذاکره، واقعا حملات بسیار شدید بود، چون آقای خامنه ای میگفتن من خوشبین نیستم و غیره و ذالک. بعد دیدن نه، باید دست دولت رو باز بذارن. آمد یه روزی سخنرانی کرد، گفت آقا در مقابل کسی که با رأی مردم انتخاب شده کسی سینه سپر کنه فتنه است و غیره. خلاصه خاموش کرد. الان میبینیم تبلیغات علیه برنامه هسته‌ای آقای روحانی تبدیل شده به تبلیغات در مورد مسائل فرهنگی و غیره. آقای خامنه‌ای به هر حال همه رو خاموش کرد. الان هم وقتی که موافقت میکنن طبیعی است که با موافقت و با تجویز ایشون انجام شده. اما واقعا اشاره کردید شما به یک مسئله. در کشورهای دیگر درسته کسی اگر لطمه بزنه به منافع ملی یا سیاست غلطی رو پیش ببرد یا به هر حال باعث بشه که لطمات بسیار سنگین به کشور بخوره، خب یا محاکمش میکنن یا دست کم خودش کنار میره، یعنی آبرومندانه کنار میره و میپذیره مسئولیت خودش رو. اما میبینیم در جمهوری اسلامی در همه موارد، فقط یه نمونه دم دستیش رو اشاره بکنم، در زندان اوین بند 350 میآیند میزنند زندانیان رو، مضروب و مجروح میکنند و بعد میان اون رئیس زندان رو به مقام قضاوت و رئیس کل دادگستری استان تهران این ارتقایش میدن. نه، در جمهوری اسلامی اون روندی که جناب عالی اشاره فرمودید وجود نداره. اگر بخوایم بگوییم که چه کسی مسئول است، اگر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، خیلی ساده و راحت جناب شالنگی 50-60 تا این لفظ رو بکار، اهل عمامه و آدم معمم نشستن در اون بالا، یه سری هم دنبالچه و اطرافیان دارن که آقای زنجانی یکی از اونهاست، یکی از دست چندم هاشه و هر روز داره رو میشه. حالا تمام این مسائل رو که آقا رفتن به دنبال مثلا غنیسازی اورانیوم با این هزینه سنگین که شما دارید هزینه میکنید، خب اینو میتونید در بازار آزاد بخرید. از طرف دیگر در نیروگاه بوشهر برای 10 سال باید روسیه تأمین بکنه سوخت اون رو. حالا میبینیم که نیروگاه بوشهر رو هم راه نمیندازن. چرا؟ بعد از 20 سال هنوز نتوانسته 1 مگاوات برق بده. چرا؟ چون اگر اون را بیفته اون وقت بهانه نخواهند داشت برای نیروگاه های دیگر. این هستش که مسئول در وهله اول شخص آقای آیت الله خامنه ایست و دوروری هایی که خب امربر رهبر هستن و الا از خودشون هیچ اراده و اختیاری نشان نمیدن، حتی در حدی که مثلا آقای رفسنجانی اینا اشاره میکنن. خب آقای روزبه، ببینید اتفاقاتی که پس از انقلاب افتاده، جنگ 8 ساله هست که به اون وضعیت یک شبه پایان میگیره. جنگ تا پیروزی قدس، نمیدونم راه قدس از کربلا بگذره تا پیروزی آمدن امام زمان ادامه خواهد داد، همه اینا باید یه شبه
تموم میشه و اون همه ضرر و زیان در 8 سال جنگ هم بودن کسانی که میگفتن در داخل خود حتی نظام که آقا این جنگ حاصلی نداره و باید پایان داد. خب بعد از جنگ اسناد رو میشه که میبینین یکی از کسانی که اصرار داره در کتاب آیت الله منتظری آمده خاطرات ایشون گفتن آقای رفسنجانی هست. آقای رفسنجانی نوشته آقای منتظری جنگ ایران و عراق رو به طور تلفنی اداره میکرد، یعنی فرماندهی میکرد ایشون جنگ ایران عراق رو به طور تلفنی. جنرال 4 ستاره آمریکایی که با امثال وسائلی که امروز هست میتونه بشین اینجا تو پنتاگون و راجع به افغانستان صحبت کنه، پا میشه میره اونجا لباسش هم میپوشه تو افغانستان هم درگیر یا عراق یا هر جای دیگه یا هر کشور دیگه. برای این یه مسئله در همون زمان ها باز گروگانگیری رو ما داریم که برحال قبل از جنگ باز میان این لطمات بسیار زیادی میزنن از اموال بلوکه شده ایران. شما قطعا خبر دارید، من برای بینندگان میگم همین دادگاه نیویورک هست که از اموال بلوکه شده ایران، مسدود شده ایران، نزدیک به 2 میلیارد دلار به خانواده قربانیان تروریسمی که جمهوری اسلامی پشتش بوده داره پرداخت میکنه بابت گروگانگیری. دیگه من و شما نباید بگیم، آقای محمدی نباید بگه، مردم خودشون میدونن چه مصیبت هایی بر سفره مردم و زندگی مردم نازل شد. اما کسانی که در گروگانگیری دست داشتن به سمت‌های بالاتری رسیدن، مثل همونایی که باعث مصیبت‌های جنگ شدن، در برگشت به تهران به دنبال غنایم آمدن، بازگشت به شهرها، و کسانی مثل معصومه ابتکار، مثل همین آقای زرقامی از گروگانگیرها به سمت‌های رسیدن که همه میگن. حالا این داستان آقای دوزبه شوخی نیست و هیچ وقتم جزئیات به طور شفاف و روشن برای مردم روشن نشود که چرا جنگ ادامه پیدا کرد، چرا خاتمه پیدا کرد. بیایید به مردم بگید چرا گروگانگیری، کیا پشتش بودن و چرا، چی شد قرارداد الجزایر، جزئیات چی هست، بیایید بگید. همین مذاکره و هیچ الان تفسیر شما رو میشنم قضیه چی هست، کی مسئول هست. اگر شما در تاریخ ایران توجه بکنید، در طول تمام سالهای گذشته و حتی فکر میکنم قرنهای گذشته، اساسا شما کسی رو در حاکمیت ایران نمیابید که یکی از بخشهای وظیفه خودش رو پاسخگویی به مردم بدونه. ببینید تصور حاکمیت در جامعه ما و تصور حاکمیت در تعداد بسیار زیادی از کشورهای غربی کاملا دو تصور متفاوت هستش. آقای چالنگی، وقتی در غرب کسی حاکم میشه، بخش عمده‌ای از کارهاشو بر این باید بذاره که به دیگران پاسخ بده. اما حاکمیت در ایران ترجمه روشنی داره، کسی که تولیگری بر امور مردم داره، در اندازه این که حتی در شلوارشون هم نظارت میکنه که آیا اینها واسکتومی کردن یا نکردن. این تصور حاکمیت است و در غرب خب این تصور وجود نداره. فراموش نکنید که ما در مورد جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم که در اصول پایه‌ای حاکمیتش هیچ وقت ترجمه، تعریف و یا نقطه روشنی در ارتباط با اینکه یک مسئول، یک مدیر و یا یک رئیس موظف به توضیح و شفاف سازی است وجود نداره. به همین دلیل شما اگر سراغ شهردار ناحیه 2 منطقه 7 شهرداری تهران هم برید و ایشون سر صبح دفترش ببنده و کارگرش بریزه بیرون، هیچ کسی قرار نیست از ایشون سوالی بکنه. به طور معمول، به صورت روتین، کسی قرار نیستش که بیاد بگه به مردم بیاد توضیح بده آقا من اصلا چرا کارگرا میریزم، سفره رو چرا ریختم بیرون. این چه رسد به این که شما در ابعاد مختلف جامعه نگاه کنید. در طول چند سال گذشته هزاران ایرانی، تأکید میکنم هزاران ایرانی، توسط قاتلی به اسم اتومبیل پراید در جاده، خیابان، کوچه 2 متری 3 متری کشته شدند. یعنی اتومبیلی که نه تنها تعریفی از امنیت نداره، بلکه اصلا امنیت در شوخی است. این اتومبیل در کوچه 3 متری هم به کسی خورده، طرف راننده کشته شده. اما در طول این سالهای گذشته شما می
بینید هیچ وقت این کمپانی در حالی که در غرب اتفاقات مشابه افتاده، حالا اشاره میکنم خدمتون، این کمپانی این همه کشته داده، اتومبیلی که ترمز ندارد، ایربگ ندارد، بدنه ندارد، امنیت ندارد، ولی کسی سوالی ازش نمیتونه بکنه. این جزئی از فرهنگ ماست. وقتی کسی میشه رئیس جمهوری مانند آقای احمدی نژاد، الان در هنوز داره بحث میشه آقا این پول نفت کجا رفت، ولی انگار میگید که انهو کسی یواشکی، حتی نماینده مجلسش خیلی در گوشی و آروم، مثل اینکه گاهی اوقات مثلا کسی رو ببیند برای اینکه خیلی هم دلخور نشد، میپرسن راست این چند هزار میلیارد پول نفت کجا رفت و تمام شد رفت. آقای بابک زنجانی وقتی دستگیر میشه که مسئله رسوایی و ترس از اینکه دیگران در این قضیه روشون نور تابیده بشه و مشخص بشه که در این حلقه چه کسانی هستن، دستگیر میشه. و تا امروز شما میبینید که هیچ اتفاق عجیبی نمیفته. اما وقتی در غرب مثل مشابه شد در مورد اتومبیل مثال میذارم، حتما خود شما به خاطر دارید در همین امریکا آقای چالنگی عزیز که اتومبیل کمپانی تویوتا وقتی اتومبیل در سال 2011 یا 2012 زد، مدل کمریش رو که فرش زیر پای این اتومبیل میامد بالاتر و گاهی ترمز گرفته نمیشد، چنان رسانه ها تونستن این مسئله رو تبدیل به یک موضوع بزرگ بکنن و چنان دستگاه های پیگیری روی این قضیه کار کردن که نه تنها تویوتا از مردم به طور رسمی عذرخواهی کرد، بلکه مجبور شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن همین چیز رو اصلاح کنه. اما در کشور ما اتفاق نمیفته، چون اساسا کسی قرار نیست پاسخگو باشه. تغییر این فرهنگ زمان بسیار طولانی خواهد برد که این فقط هم مربوط به کشور ما نمیشه، مربوط به حوزه میشه که کشور ما درش قرار داره. گاهی اوقات اسمشو میذارن جبر جغرافیایی به نظر من. خب من دو تا نکته رو خیلی سریع بگم. آقای اردمان نکته رو اشاره کردن، نکته منفی میکنم یا به نظر من هم چنین هست، درسته. اما یک فرق اساسی وجود داره، اینه که در تاریخ ایران این نخستین حکومتی هست که به عنوان به نمایندگی از خداوند حکومت میکنه، نه اینکه فقط حرفش میزنه، این رسما در قانون اساسیش و بقیه جا، و به نام دین و به نام اسلام آمده و حتی قوانین شرعی رو اگر داعش همینطور به طور فله اجرا میکنه قانون شده. یعنی در این حکومت و این نظام بریدن دست قانونه، همون کاری که داعش میکنه. در آوردن چشم قانون شده همه اینها. یعنی یک اولین بار یک حکومت دینی اسلامی شیعه در تاریخ ایران بر سر کار است. این یک نکته فرقش با بقیه حکومت ها. دو، در تاریخ معاصر ایران اردمان عزیز قطعا اشراف دارن و بسیاری از بینندگان ما بوده زمانهای ولو کوتاه که وزرا در برابر مجلس عرض کنم خدمتتون احساس مسئولیت داشتن، دست کم در دهه 20120 تا میرسیم به سالهای بعد و آنچه که در مرداد ما پیش میاد و و بقیه یا پیش از حتی دهه 20. برادر الان این موضوع تاریخیش بگذاریم. و اون نکته سومی که اردوان عزیز ما بهش اشاره کرد و بسیار مهم است، همین حکومت های هستن، همین حکومت ها اطلاع داشتن مردم رو از واقع نه تنها خودشون نمیده بلکه نمیذارن. یعنی هم همکارای آقای اردوان و بنده و آقای محمدی الان بسیارن، نسل جوان روزنامه نگار بسیار پی این داستان به تن هر سه ما خورده از نسلهای مختلف که در زندان هستن. چرا؟ چون مایل نیست حکومت، حتی دیگران روزنامه نگارا. ولی خب یه اصلیست که به هر حال خبرها بیرون میاد، به اطلاع مردم رسیده میشه تمام جزئیات پرونده اتمی آنچه که هست. و در همین بین هم آرزو میکنیم بچه ها، نازنینان، دختران و پسران روزنامه‌نگار ایرانی هرچی زودتر از زندان آزاد بشن. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. خب آقای محمدی عزیز، ببینید آقای اردوان گرامی ما نکته رو اشاره کرد راجع به پراید. ببینید یه شهروند تهرانی، یه شهروند پایتخت، بقیه شهرها کم و بیش
همین مشکلاتشون شاید فرق کنه. صبح که بلند میشه، حالا اگه ماشین داره همین مشکل رو احتمالا داره، هوای مسموم کشنده که داره، برنجی که میره از بقال سر کوچه یا جای دیگه میخره، مشکوکه که آیا سرطانزا هست نیست، همونی که از هند میومد یا جای دیگه، اون موقع که از هند آمده بود و بقیه این مسائل مثل گذشت، الان برنج سرطانزا میاد به جای فیلم های بسیار دلنشین راج کاپور برنج. برحال هوا اون تو سبزی خوردنی که از ورامین میاد آلوده به بهتر از من میدونم بینندگان، دارویی که برای بچهش قراره بخره خانواده مشکوک ممکنه بکشه، و بسیاری مسائل دیگه، مسائل روانی ریز و درشت، بچهش اگه بیرون میره، دختر یا پسر تا برگرده هزار تا نگرانی هست، مشکلی براش پیش نیومده باشه و و و و و و در تمام جهان آزاد اگر پلیس آدم میبینه احساس امنیت میکنه، در کشورهایی مثل ایران نیروی انتظامی و پلیس آدم میبینه باید در بره، همونطور که دوست ما گفت آقا روحانیت هر مذهبی حالا هر چه که هست بالاخره آدم احساس احترام میکنه، ملایان شیعه در ایران آدم میبینه از اون ور خیابون سعی میکنه بره براش گرفتاری احتمالا پیش نیاد. خب اینا چی؟ چرا این مسائل همین روزمره رو دنبالش نیست؟ اونا نیروی اتمی و هسته‌ای و فناوری هسته‌ای و که حضرت آقای خامنه‌ای هم متخصص شدن در این زمین، نه هم اونا رو پیشکش همین مسائل هوای مردم اینا چه سودی داره براشون؟ یا عدم کفایت هست، نادانیست، ناتوانیست، چی هست؟ ببینید جناب چلنگی، هر کدوم از این مسائلی که اشاره میکنید که متاسفانه هست و به قول حکیم طوس هر کدومش یکی داستان است پر آب چشم، یعنی آدم وقتی که نتونه هوا تنفس بکنه یا بنزین سالم مصرف بکنه یا برنج سالم بخوره یا مدرسه یا غیره و غیره و غیره، واقعا خود زندگی کردنه یه حماسه است در یه چنین شرایطی. اما وقتی ریشه یابی میکنیم و برمیگرده به همین مسائل هسته‌ای و تحریم و اینا، اصلا ربطی به این داستانا نداره. آقای چلنگی شما الان اشاره میکردید در قسمت‌های اول که حالا با این مسئله که اگر توافق حاصل بشود با 5 به علاوه 1 آیا تحریم‌ها از بین میره سفره مردم؟ نه، به این راحتی نیست، چون تحریم‌ها حلالا هست و باعثش چی بوده؟ باعثش همین بلند پروازی ها. اما وقتی ریشه رو نگاه میکنین، بله محیط زیست رو باید حفظش بکنین، نه اینکه دریاچه ها خشک بشه، رودخانه ها خشک بشه، باید کنترل بکنید تولید رو، کیفیت کنترل داشته، کنترل کیفیت داشته باشه در تولید اتومبیل و غیره. اما وقتی که کفایتش نیست، ارزش نیست، مدیریتش نیست از یه طرف، از طرف دیگه دل دزدی و چپاول در کاره. شما به هر کسی که اجازه نمیدن که اتومبیل تولید کنه، یه زمانی بود که واقعا صنعتگرانی از دل مردم بلند شدن، مثل آقای خیامی، مثل آقای ارجمند، مثل دیگران، و بهترین کارخونه ها رو ساختن. اون موقع میگفتن اینها سرمایه‌دار وابستن و فلان، حالا بهشون میگن کارآفرین، منتها کارآفرینانی که دست در دست زعمای قوم دارن و باید به هر حال حق و حساب رو بدن تا بتوانن. خب وقتی یه چنین چیزیه، معلوم هستش که مسائل عادی مردم روی زمین میمونه. مسئله مردم امروز شده، شما نگاه بکنید، درست در زمانی که مثلا به عنوان مثال میگم 8 تا فعال اینترنتی رو میگیرن 127 سال زندان میکنن، یا مثلا لایحه ایجاد احزاب رو میبرن مجلس و میگوین التزام عملی به ولایت فقیه جزء این هستش که اصلا شما بخواید نفس بکشی، یا مسائل دیگر، درست در همین زمینه میبینی همه کارا رو ول کردن، گیر دادن به شلواره که شلوار خانم ها شلوار ساپورت دارن میپوشن یا نه. خب آخه شما نگاه، یا مثلا حجاب بد است خوب است؟ صبح تا شب برنامه حتی رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، رئیس دادستان کل کشور، آقا دادستان کل کشور برای این هستش که دزدار بگیره، چپاولگرا رو بگیره،
قارتگرا رو بگیره زندان بکنه، نه اینکه چهار تا فعال اینترنتی رو یه دو تا مطلب نوشتن تو فیسبوکشون بگیره زندان بکنه. اون وقت اینا همه رو ول کردن، چسبیدن مثلا به حجاب زنان. آیا جز نیرنگ و هیره و کلک و واقعا فریبکاری میشود اسم دیگری گذاشت؟ نه. اما ببینید جناب چالنگی، داستان یه چیزی هست. از روز اولی که آقایون اومدن بر سر کار، شما میخواید جامعه ای رو اداره بکنید که این از نظر دانشش، از نظر فهمش، از نظر دریافتش و شعورش از شما بالاتره. یا باید اینو بیارید پایین یا خودتونو ببرید بالا. آخون نمیتونه خودشو ببره بالا، واقعا این کفایت رو نداره. بنابراین باید جامعه رو بیاره پایین، هر روز با خرافات، هر روز با مسائل فرعی و در این حال با این گونه ترفندها و فریبها که آقا ما هر چی میکشیم از تحریم. از کدوم تحریم برادر؟ تحریم الان 7-8 ساله، 6 ساله هست از وسط دوران آقای احمدی نژاد. تازه تحریم اساسی 2012 مسئله نفت اتحادیه اروپا مطرح شد. قبلا چی؟ 35 ساله دارن زجر میکشن، به تحریم اصلا ربطی نداره. اینا همه بر میگرده به اینکه آقایون میخوان قدرت رو حفظ بکنن به هر قیمت، و حالا توش تحمیق هست، توش استثمار هست و توش استثمار مردم هم هست، و البته چپاول هم که در رأس اینها قرار داره. اردوان عزیز، در همین زمینه من این پرسش دارم، شما در رادیو کوچه آیا آماری دارید که الان ما چند روزنامه نگار و وبلاگر زندانی داریم؟ یعنی دقیقش که خب مشکل هست، چون در بسیاری از شهرستان‌ها بازداشت میشن کسانی، بچه‌های مثل مسعود باستانی و بقیه، خب اسامی شناخته شده‌ای هستن که آدم میدونه در زندان هستن، و کسان دیگه زید آبادی که بود و بقیه و اینها. اما کلاً آماری هست؟ اگر راست رو بخوام بگم، واقعا خیر به این معنا که شما بتونید دقیقا بگید چه تعدادی هستن، به جهت اینکه فراموش نکنید وقتی مثلا حکمی صادر میشه در ارتباط کسانی که 11 نفر میرن زندان به جرم داشتن فیسبوک، حالا با ابعاد مختلفش، و 100 و خورده سال میرن زندان، شما دیگه این ممکنه این آدم بلاگر نباشه، روزنامه‌نگار هم نباشه، ولی نمیدونید در کدوم دسته تقسیم بندی میشه که آیا میشه مشمول این نامه باشه، مشمول این گروه و این صنف باشه یا نه. من فکر میکنم که آخرین بار یادم میاد صحبتی بود به طور کلی نزدیک به حدود 38 تا روزنامه نگار به معنای روزنامه نگار تقریبا در حال حاضر داره حکم زندان هستند، و خب این تعداد قطعا به این جمعیت کسانی که روی وبلاگشون چیزی نوشتن و به زندان رفتن، یا کسانی که حکم دارن در تلفظ نوشتنشون در دنیای دیجیتال، قطعا این تعداد زیادی است، در اینکه آمار شهرستان ها اصولا آماری است که ممکنه مطرح نشه. یعنی ممکنه که مثلا یه حکم زندان مثلا 6 ماهه برای یک کسی به خاطر نوشتن یه چیزی در وبلاگ شخصیش صادر شده باشه و کسی ندونه. ولی من تا جایی که میدارم حدود 38 زندانی به جرم مستقیم ارتباط مسئله روزنامه نگاری و نوشتن، مثل آقای علی اصغر هنرمند در کرمان بگیرید که به دلیل داشتن یک سایت تکنولوژیک 11 سال زندان رو باید تحمل بکنه، تا دیگر دوستان ما در حال حاضر زندانی داریم در زندان ها با جرم حالا تعریف شده یه روزنامه نگاری یا نوشتن چیزی در مطبوعات و رسانه ها. مسئله کارآفرینان یا همین سازندگان، همین وارد کنندگان، مونتاژ کنندگان، هرچی که هست، مولانا پراید، این نکته که آقای یا نکات آقای محمدی رو چند از باستاب واقعیت میدین، یعنی بانده های اقتصادی یا گروه های اقتصادی یا کارآفرینان مستقلی های وجود داره، کارآفرین مستقلی که برحال بیاد بدون راندخاری و اینها کاری بکنه در جمهوری اسلامی. خدمت رو عرض کنم که میگن چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید. من فکر میکنم که یه مقداری این ممکنه نگاه من نسبت به موضوع و نگاه آقای محمدی تفاوت بکنه. حاکمه در جمهوری اسلامی به زعم بنده از جای دیگه نیامده، و به این باور هستم که حاکمه در جمهوری اسلامی ناشی از حالا یا اشتباه تاریخی یا نگاه حالا به هزار یک دلیل که شاید زمان اجازه نده، بخش
از اون پروسه است که اون مردمی که در خیابان ها در سال 57 ریختند و باورشون بر این بوده که وضعیت موجود وضعیت قابل قبولی نیست، حاکمیت رو به وجود آوردن. ما همیشه به نظر من تا زمانی که حاکمیت رو از مردم جدا بکنیم هیچ وقت نمیتونیم به ابعاد واقعی رخدادهایی که در اون جامعه میرسه به لحاظ بنیادین برسیم. به این معنا که ما تا زمانی که تصور بکنیم حاکمیت در جمهوری اسلامی اصولاً از جای دیگری آمده که این مردم همیشه مورد استثمارش قرار گرفتن و این مردم بودن که همیشه ظلم بهشون شده و هیچ نقشی درش نداشتن، من اعتقاد دارم که ما ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه رو نمیتونیم عوض بکنیم. تغییر در حاکمیت، من اصلا منظورم تغییر به معنای حذف و براندازی و چه و چه نیست، چون اون یه بحث جدایی است اصلا. اما تغییر در حاکمیت فعلی، همینی که حتی وجود داره، هیچ وقت به وجود نخواهد آمد تا زمانی که ما تغییری بلاز فرهنگی و اجتماعی در خود مردم ایجاد بکنیم. کسانی که رانت خوردند چه کسانی هستند آقای چالنکی؟ هیچ کدام از اینها آدم‌هایی نیستند که از کشور دیگری آمده باشند. ما نمیتونیم بگیم آقای بابک زنجانی آدمی بوده که از کشور دیگه، از تایلند، از ترکیه، از آلمان آمده و در این کشور شروع کرده رانت خوردن. سابقه کار آقای بابک زنجانی کاملا روشنه، سابقه آقای مهافرید کاملا روشنه، سابقه آقای رفیق دوست کاملا روشنه. تمام این افراد آدمهایی هستن از همین بدنه جامعه بلند شدن، منتها افرادی هستن که از فرصت طلبی که داشتن، حالا بعضی وقتا فرصت طلبی مثبت است بعضی وقتا منفی، با فرصت طلبی که داشتن از این فرصت ها استفاده کردن و به نوعی وارد این رانت و این کار شدن. این بخشش برمیگرده به فرهنگ مردم، اینو اشتباه نکنید. مگر کسی که در بازار روز اول آهن قیمتش بوده کیلوی 7 تومن، این آهن رو با نگاهی به آینده برداشته هزاران تن دپو کرده و بعد این آهن 7 تومنی رو 70 تومن فروخته، الزاما نسبتی با آیت الله خامنه ای داشته؟ سوال اینه که نه، نیست، نداشته، برای اینکه من بارها دیدم اینو. مگر کسانی که در بازار راکد امروز مسکن در ایران فضای مسکن رو به نحوی تغییر دادن که شما آپارتمان معمولی رو در خیابان امیرآباد تهران باید با حدود متری 6 میلیون تومان بخرید، مگر این فضا رو به تنهایی حاکمیت ایجاد کرد؟ علمون عزیز، همینجا یه نکته، نکات زیادی هست در صحبتی که کردین، حتما ادامه بدید. نکته اینه که خیلی خوب، بله اینا هست، اما اینا در غیاب چی هست؟ میدونین؟ یعنی در غیاب اگر وضعیتی باشه، اگر حکومتی باشه، به قول خود شما این حکومت هم از بدنه مردم هست، باز جای سوال هست که آیا پس با این حساب آیا این در مورد ایران هست یا جای دیگه؟ اگر در مورد همه جا هست از جمله ایران، پس حرف شما مشرف بر این هست که در زمانهای مختلف حکومت ها معرف مردمشون هم هستن، یا الان 90% یا اکثریت مردم ایران خلخالی هم میتونن باشن و بقیه. این نظریست، برحال قابل تعمل، قابل توجه هست و اینا. اما همین این که میفرمین مسکن به این شکل در اومده، این به اون شکل در اومده، در غیاب چی هست؟ یعنی چی میشه که در یه جامعه که قبل از انقلاب مثلا به شکل دیگه بود، حداقل حالا همه چی بکنن، مردم در آزادی لباسشون اختیار داشتن، حداقل مینیمم، و بعد از انقلاب الان مثلا وضعیت این هست. قبل از انقلاب اگر کسی دزدی میگه، پس چی شده؟ این چه اتفاقی افتاده؟ این چی هست؟ بفرمایید. یعنی بحث تغییر در شکل نگاه جامعه به اطرافش، مردمش، به بیرون، به خودشون و مسئله اخلاق، واقعیت اینه که آقای چالنگی یه مقوله بسیار بلند بحث آسیب شناسی اجتماعی است که من به این ترتیب وارد این مقال نمیشم، ولی به طور کلی اگر بخوام بگم، ما نمیتونیم خیلی جامعه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بکنیم، به جهت اینکه ما در جریان اتفاقاتی که در انقلاب میفته، واقعیت اینه که اعتقادم بر اینه که کسانی که انقلاب میکنن عموما همون طبقه، همون آدمهای همون جامعه هستن در طبقات متوسط به پایین جامعه که در بخش کمتر، بخش شهری هستن. یعنی در واقع به نوعی میشه گفتش که توجه و رویکرد مستقیم حاکمیت در پیش از انقلاب بر روی شهرها و بر روی شهرنشینی و بر روی طبقه متوسط بسیار فکر و اندیشه درستیه، و من با هر نقدی که بر
خاندان پهلوی داشته باشم، اما دو چیز رو نمیتونم هیچ وقت انکار کنم. یکی اینکه به معنای واقعی کلمه تحول در ایران، ساختار اجتماعی ایران اولین بار نوع مدرن این اتفاق توسط رضا شاه اتفاق افتاده و علت رشد ایران در مخصوصا ابتدای دهه 50 به بعد، دهه 50 میلاد شمسی منظورم هستش، دقیقا همین رویکرد خیلی جدی به طبقه متوسط هستش. و همونجوری هم که افلاطون معتقده و بسیار از علمای اهل فن، طبقه متوسط جامعه هستن که یک حاکمیت سالم رو میتونن بسازن. اما خب ضعف‌های دیگری هم وجود داره، از جمله اینکه در همون دوره به طبقه کارگر و طبقه دهقان و طبقه غیر شهری به قدر کافی توجه نشد که انقلاب 57 به وجود آمد و فرایندی که به وجود آمد استفاده موقعیت بود و توسط گروهی از طبقه روحانیون که خب در طول تاریخ ایران به دفعات روحانیون از فرصت‌ها استفاده کافی رو کردن و همایش اینها در کنار هم باعث انقلاب ایران شد. ببینید وقتی شما راجع به این موضوع صحبت می‌کنید، هیچ وقت نمیتونید حاکمیت رو از مردم جدا بکنید. امروز بحثی که وجود داره با توجه به روندی که بخشش واقعا میتونه تصادف تاریخی باشه، بخشش میتونه و چه میدونم قرار گرفتن ماه و خورشید و فلک باشه و هر چیزی جز این در کنار همین ها میتونه یک هولی به این موضوع داده باشه، اینه که ما مسئلهمون در نوع خودش مسئله از بین رفتن اخلاق در جامعه هستش. اخلاق نه به معنای فساد در امر نمیدونم روابط اجتماعی فلان، نه، اخلاق به معنای کامل کلمه، به معنای اینکه کسی که اتومبیل داره منتظر میشه ببینه فردا قیمتش چقدر میشه و در واقع این فرصت با قیمت بالاتر بفروشه. بله، کسی به این داره ادمون عزیز اجازه بدیم ببینیم این بحث مفصل است و میگن جای دیگه وقت دیگه خیلی مسائل درش هست، از جمله اینکه خب این نکته است طبیعت انسان در هر جای زیر فشار قرار بگیری کارای میکنه، حتی دیده شده در شرایطی قرار گرفته که انسان ها هم دیگه رو خوردن به معنی فیزیکیش، ولی این نیستش که پس همه انسان ها یا انسان های اون جامعه یا همون انسان با آدم خوری موافق هستن و میخوان آدم خور باشن. وقتی ما کم ادامه میدیم حتما این حرف شما شاید نیمه تمام مونده، اما آقای محمدی اگر جامعه ایران انقلاب کرد و که کرد بدون هیچ تردید انقلاب آمده و خب دوست نداشته لباس اونطور پوشیدن رو دوست نداشته، بانوان لابد اونطوری دوست نداشته لباس بپوشه، هر چیزی آمده و پس چرا هنوز بعد از 35 سال مسئله همین جامعه مسئله حجابه؟ هنوز نتونسته حجاب رو که خود جامعه هم معتقد است بر اساس این نظریه که خواستار این بود چادر سرش کنه و همه چیز آمده انقلاب کرده، گفتیم آقا ما لخت و پتی نمیخوایم باشیم، میخوایم چادر سرمون کنیم، رضا شاه به زور برداشت، حالا ما میخوایم سرمون کنیم. چرا هنوز گرفتار جامعه؟ نمیدونم، حتی دختران و زنانی عرض... که همین نظام به جود اومدن پرورش کرد. عرض به خدمت شما در حدود 13-14 دقیقه شما دیگه صحبت کردین با آقای روزبه، نمیدونم وقت دارم که 5 دقیقه پاسخ بدم در مسائل مختلف یا اینکه شما بفهم ما از اون 14-15 دقیقمون در میاریم. بفهم ببینین مسئله از اینجا شروع شد و بعد رفت اصلا به یه داستان دیگری که قبل از انقلاب چه بوده است و مسائل انقلاب چیست، اون یه فصل دیگری داره که من اجازه بدید که اصلا بهش نپردازم چون یک بحث بسیار طولانی است. اما اشاره‌ای که کردند ایشون و اینکه این مردم و این حکومت از بدنه مردم هستند، جدا از مردم نیستند و باید منتظر باشیم که فرهنگ سازی بشود، بسیار حرف قشنگی است. فرهنگ سازی بشود ولی در چنین شرایطی که ما در اون قرار داریم، این یعنی تعلیق به محال کردن. خب اشاره میکنن که فرض بکن فلان آدمی که آمده گران فروشی کرده یا احتکار کرده، آقای خامنه ای مثلا باهاش هم دست بوده، نخیر اون روز اول نبوده، یا فلان آدمی که دزدی کرده، مردم رو اگه جلوش رو باز بذاری بله حق هم دیگر رو میخورن، بله ما اینو میدونیم. در همه جوامع یک درصدی از مردم هستند که به هر حال میخواهند کسب ثروت بکنن، کسب قدرت بکنن، از راه های غیر اخلاقی هم عمل میکنن، اما کی باید جلوشو بگیره؟
اصلا حکومت یعنی چی؟ حکومت مگر غیر از این است؟ لااقل در تعریفی که امروز داریم واسش، ما که در دوران خلفا صحبت نمی کنیم که، در تعریفی که امروز داریم ازش مگر غیر از این استش که یه عده‌ای بنشینن به عنوان نمایندگان مردم قوانینی به نفع کل جامعه تصویب بکنند و اون حکومت هم اجرا بکند؟ یعنی چی که مردم میان دزدی میکنن؟ خب دیگه مردم تا اصلاح نشن اخلاقی، نه اینجوری نیست. اونی که دزده رو وقتی گرفتین انداختین زندان و بعد اونی که آدم درستی است وقتی تشویقش کردید، اون وقت است که میتوانید فرهنگ سازی بکنید. و الا با کسی که دزد شما میان ارتقاء مقام بهش میدین، خب معلوم است که بعد از 35 سال میبینیم که یه عده در و دزد و غارتگر و چپاولگر دارن حکومت میکنن. چطور ما ممکن استش که در این معادله بیاییم بگیم خب من خود مردم، همین آخونده هم از خود مردم هم دیگه. بسیار خوب، این آخونده وجود داشتن و اصلا صاحب قدرتن. بسیار خوب، انقلاب شد. حالا سر میگم سر انقلاب اصلا بحث بسیار طولانی وجود داره و من اصلا موافق نیستم با این بحثی که ایشون میکنن که این طبقات فرودست و نرسیدند و فقط یه برنامه اصلاحات ارزش کافیه که آدم بشینه بحث کنه. اما کلا اگر بخواهیم منتظر باشیم که فرهنگ ساخته بشه، بله فرهنگو کی میسازه وقتی که در جامعه حکومتی نشسته داره دائم فرهنگ خرافات رو ترویج میکنه؟ فرهنگ یعنی عرض کردم هیچ مشکل و مسئله دیگری نداره جز این که الان به ساپورت زنا گیر داده مثلا، یا هیچ مشکلی نداره که این زنا نرن یه وقت مسابقه والیبال تماشا بکنن، یا اینکه فرض بکن فلان آدم میتواند با دختر خواندش ازدواج بکنه یا نه؟ آخه اینا شرم‌آور، اینا به صورت فرهنگ داره جا میفته. حالا محمدی عزیز، بله متاسفانه وقتمون کم کم به پایان رسید. حرف شما هم احتمالا نیمه تمام. ما این بحث رو بین شما و آقای اردوان عزیز حتما در شماره آینده، هفته آینده تفسیر خبر ادامه خواهیم داد با طرح نکاتی در این زمینه، از جمله نقش حکومت ها، اهمیت حکومت ها در ساختن فرهنگ جامعه که در تمام جاها این اثر داشته، نقش داشته. در آلمان که به آلمان هیتلری منجر شد، به هر حال هیتلر هم از همون قوم و تبار بود، بعد چه نقشی پیدا کرد؟ این صحبت هاییست که حتما در برنامه های آینده بهش خواهیم پرداخت جناب آقای محمدی عزیز و آقای اردوان روزبه. و این که حکومت اسلامی ایران وقتی میاد از کودکی به فرزندان ایرانی یاد میده آدم فروشی چیز بسیار خوبی است در مدارس، و 20 ما میخوایم جمعیت اطلاعاتی 20 میلیونی تشکیل بدیم، از منبر مرجعیت شیعه که زینفوز بوده در تاریخ، این چه اثری در دگرگونی و فرهنگسازی جامعه داشته؟ شیوه آموزش پرورش روحانیت شیعه، ملایان و حاکمان دینی در ایران در برنامه آینده مطرح خواهد شد. با سپاس دوباره اردوان روزوی عزیز و ناصر محمدی گرام، سپاسگزار از به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران دلهو دراد، آسماری مونگشت و کوهساران زگرس و تابشان بر فلات ایران زد. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.